وانشرای سینگانیا 15 ساله. پس مادر جون درست گفته، وانش تو 15 سالگی یه کاری کردی که به خاطرش فرستادنش مرکز نوجوانا. ولی چه جور میکرده بوده؟ یه صفحش نیست، جزئیات جرمشو ننوشته. جرمی که کرده رو تو همین صفحه نوشته بودن. اینقدر به راستش نزدیک شدم ولی بازم نفهمیدم. مگه واش تو 15 سالی که چیکار کرده که به خاطرش فرستادنش مرکز؟ فقط امیدوارم ترسام به واقعیت تبدیل نشه. رئیس، اگه ردیما رفته مرکز نوجوانان و پرونده شما رو پیدا کرده، پس چجوری وقتی تو رو از صورتش برداشتی اینجا نشسته بود؟ یکی داره کمکش میکنه. وقتی تو رو بالا زدم ردیما زیر تور بود، ولی قبلش افسر مرکز نوجوانان به هم زنگ زد و گفت که ردیما پروندم رو برداشته و فرار کرده. تازه عکسم فرستاد. سوال اینه که حالا ردیما به عمیق‌ترین رازهای امارات ویار رسیده یا نه؟ اگه رسیده چقدر خبر داره؟ رازی که میتونه این امارات رو بلرزونه رو میدونه؟ ولی چه جوری میشه جواب این سوال رو فهمید که ردیما واقعا چقدر از اینا اطلاع داره؟ مادر جون میتونه بگه. داداش وانش، حال مادر جون خوب شده. مادر جون چی شده بود؟ خودمم نفهمیدم واقعا، ولی چند ساعت پیش ردیما اومد یه لیوان شربت بهم داد. اصلنم از مزش خوشم نیمد، بهشم گفتم، ولی اون اصرار کرد که بخورم، شاید خستگیم در بره. بعد از اینکه خوردمش حس خیلی عجیبی داشتم، داشتم یه چیزایی میگفتم که انگار خودمم دلم نمیخواست بگم. ردیما مادر جانو مجبور کرده سرم راستگویی بخوره تا از رازایی که اون مدت من تو مرکز نوجوانان بودم سر در بیاره. یادت میاد ردیما چی ازت پرسید و تو چی بهش گفتی؟ وای خدایا، من چی کار کردم؟ همه اون چیزایی که سالهاست توی خانوادمون و بین خودمون راز بوده رو بهش گفتم. ردیما بهم گفت که تو آلبوم خانوادگیمون از سن 14 تا 18 سالگی تو هیچ عکسی نیست. میخواست بدون اون مدت کجا بودی؟ عزیزم، من نتونستم بهش دروغ بگم، واسه یه همینم بهش گفتم که تو مرکز نوجوانان بودی. بهش گفتی که جرم من چی بوده؟ نه، نه، اینو بهش نگفتم. وانش، منو ببخش، ندونسته اشتباه خیلی بزرگی کردم. آروم باش، آروم مادر جان، یکم استراحت کن، حالت بهتر میشه. من این کارا رو برای خودم انجام ندادم، برای تو و رابطمون انجام دادم. واش گفت که این رازو به خاطر من مخفی کرده، ولی مگه چه جرمی مرتکب شده آخه؟ چرا در ازم مخفیش میکنی؟ ممنون. Just
داشتی به چی فکر میکردی؟ به این که بری مکالمت با مادر جانو ادامه بدی، درسته؟ چی به خوردش داده بودی؟ چطوری تونستی اونو اذیت کنی که از واقعیت سر در بیاری؟ وقتی شجاعت اینو نداری که جواب سوالمو بدی، پس ازم سوالم نپرس. اینه واسه ایشی. هدیه دادن همیشه دلیل نمیخواد ردیما. نباید با مادر جان همچین کاری میکردی. فکر نمی کنی داری خط قرمز رو رد میکنی؟ واش مسائل رابطمون به کنار. تو بازم واقعیت رو نگفتی، منم چاره جز این نداشتم. قبول دارم که کاری که با مادر جون کردم اشتباه بوده، ولی قصد اذیت کردنشو نداشتم. من هیچ وقت کاری نمی کنم که به مادر جون آسیبی بزنم یا بخوام حتی اذیتش کنم. هدف من فقط یه چیز بوده، واقعیت. هیچ کس هم نمی تونه جلومو بگیره. برای دونستن واقعیت تا هر جا که لازم باشه میرم که بتونم به هدفی که دارم برسم. ممکنه گاهی لازم باشه کارای اشتباه بکنم، ولی واسه فهمیدن واقعیت لازم. خب حالا اطلاعاتی که داد به دردت خورد؟ فهمیدی که من تو 15 سالگیم چه جرمی مرتکب شدم؟ تو از کجا میدونی؟ من حتی میدونم که پرونده من الان تو دست توه ردیما. ولی با وجود همه ی اینا بازم نمیتونی از اون را سر در بیاری. اینو بدون، هیچ وقت نمیتونی بفهمی که لجبازی نکن ردیما. چرا داری انرژی تو واسه این چیزا هدر میدی؟ تو هیچ وقت نمیتونی به واقعیت برسی. ردیما، من خودم یه رازم. تا آخر زندگی هر چقدر تلاش کنی نمیتونی منو کامل بفهمی. من کم نیاوردم واش، و فکر نمی کنم کاری که دارم میکنم اشتباهه، چون به مرگ پدر و مادرم مربوط میشه. هر جوری شده واقعیت رو میفهمم. لطفاً کاری که با مادر جان کردی یا با کس دیگه ای انجام نداره دیما. در مورد این راز و واقعیت هم با هیچ کس دیگه تو این خونه حرف نزن. ضمناً حق نداری از خونه بیرون بری. فهمیدی چی گفتم؟ هر کاری میخوای بکن برای مهم نیست، ولی پا تو روی قوانین من توی این خونه نذار. منم حواسم هست قدم از این خونه بیرون نذاری. تموم شد. حالا گوش کن. واش تو هر چقدر میخوای قانون بذار. من واقعا از ته دلم دوستت دارم، ولی قبل از اینکه ازدواج کنیم باید بفهمم که این راز چی بوده. باشه، همه گه تلاشتو بکن ردیما، وگرنه تنها چیزی که برات میمونه بهونه است.
کجا داری میری ردیما؟ دیروز که بهت گفتم حق نداری از خونه بری بیرون. نمیتونم برم آرایشگاه. هماهنگ میکنم که آرایشگر بیاد خونه. چند تا خرید دارم واش. تازه قرار عروسی کنیم. خب هنوز چی آماده نکردم. بذار برم لطفا. تو چی فکر کردی؟ فکر میکنی اونقدر توانایی ندارم که لیست چیزایی که میخوای برات تهیه بکنم؟ تو مگه منو نمیشناسی؟ قبلا فکر میکردم خوب میشناسمت، ولی با اتفاقایی که افتاده حس میکنم که هنوز خوب نمیشناسمت و باید راجبت بیشتر بدونم. همه چی رو نمیشه تو خونه انجام داد. یه چیزایی هست که خودم باید برم ببینم و انتخابش کنم. این دیگه مشکل خودته. همیشه دلت میخواد شخصا همه چی رو ببینی و امتحانشون کنی. یاد بگیر به دیگران اعتماد کنی ردیما. یه نفر رو برات میذارم که میتونی هر کاری داشتی بهش بگی و اون بر طبق سلیقه‌ت خریداتو برات انجام بده. اما خودت حق نداری از این خونه پاتو بیرون بذاری به هیچ دلیلی. واش. حرفی هم نباشه. واش. واش چی کار میکنی؟ واش. 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 واش نمیتونی منو تو اتاق زندانی کنی. شنیدی که میگم واقعیتو نمیشه قایم کرد؟ هرچی هم بشه خورشید هیچ وقت پشت ابر نمیمونه. یه روزی همه چی برملا میشه. خودت بهتر میدونی که اجازه نمیدم هیچ وقت این اتفاق بیفته. واش، میدونم از دید تو کاری که میکنم غلطه، ولی لطفاً بهم اعتماد کن. من دارم این کارو واسه نجات عشق و رابطمون انجام میدم. مهمترین چیز توی عشق اعتماد کردن به هم دیگه است. اعمال آدمم نشون میدن که چقدر به طرفت اعتماد داری. اینجوری نمیتونی جلو ما بگیری. واش. میدونم که فقط زندانی کردن توی این اتاق کافی نیست، ولی هیچ راه دیگه ای برام نذاشتی که جلوی این کله شقی تو بگیرم. برای خودت بهتره که از این راز دور بمونی ردیما. چی کار میکنی؟ واش. واش این کار درست نیست. چی کار داری میکنی؟ واش لطفا این کارو نکن. واش. واش نکن. واش خواهش میکنم این کارو نکن. من هیچ وقت نمیتونم درد کشیدن تو ببینم. این شرایطی که توش هستی مقصرش فقط خودتی. تا زمان ازدواجمونم همینجا میمونی. واش. واش این کارت اشتباهه. واش لطفا اینو در بیار. لطفا دستامو باز کن. به این سادگی باز نمیشه. آروم باش ردیما. باید از مغزم استفاده کنم نزورم. گوشیم. گوشیم کجاست؟ Thank you.
الو، من ریدیمام، به کمک احتیاج دارم، خیلی فوریه. گفتم گرسنه‌ای، برات غذا آوردم. هنوز تا عروسی وقت مونده. به نظرت این کار خوبیه که تو روز عروسیمون اینجوری منو تو اتاق زندانی کنی؟ فکر میکنی بعدش با خوشحالی قبول میکنم که باهات ازدواج کنم؟ آره باش، همچین چیزی نیست. ردیما، یه مادر به بچهش اجازه نمیده با آتیش بازی کنه. شاید مادر جلوشو بگیره، بچه فکر کنه که مادرش دشمنشه، اما راجع به عروسیمونم، حس دوست داشتنی که ما به هم داریم با گذشت زمان تغییر میکنه. برای من شاید خوششانس‌ترین داماد دنیام. شاید بشه گفت اولین دامادیم که عروسشو اینجوری آراسته کرده. من تو رو دوست دارم. واش ردی ماما، قراره ازدواج کنی. حداقل نسبت به هم حق داری. بیا دهنتو وا کن. نمیخوام بخورم. ردیما، من نمیخوام عروسم تو مراسم آیین ها گرسنه باشه. نباید گشنه بمونی. تو منو دوست داری؟ جملم سوالی نبود. به خاطر من ردیما، خواهش میکنم، تا مراسم هنوز خیلی وقت مونده. معلوم نیست دوباره فرصت داشته باشم. اگه میخوای قولتو بشکن. صدای ویبرا از کجاست؟ راستشو بگو، برای چی وانش 4 سال توی اون مرکز بوده؟ چی کار کرده؟ من هیچی بهت نمیگم. ببین، من میخوام واقعیتو بدونم. واسهشم حاضرم زمین و آسمونو به هم بدوزم. وانش تو 14 سالگی چی کار کرده بوده که 4 سال اونجا بوده؟ زود باش جوابمو بده، سری باش. بگو. میتونی هر چقدر میخوای منو بزنی، هر چقدر میخوای شکنجم کن، ولی من هیچی بهت نمیگم. من هیچی بهت نمیگم. گوش کن چی میگم. تو همه چیزو میدونی، ولی اگه واقعیتو بهم نگی، نقشم واسه نابود کردن وانش نمیتونه جلو بره و ردیمان بدون دونستن واقعیت هیچ وقت جلوی وانش وای نمیست. من هیچی بهت نمیگم، همه چیو میدونم، ولی نمیتونم بهت بگم. گوشیو بردار. این چه رازیه که میتونه عشق و اعتماد ما رو نابود کنه؟ وانش، چرا نمیتونی واقعیت رو بهم بگی؟ این چه رازیه که میتونه عشق و اعتماد ما رو نابود کنه؟ وانش، چرا نمیتونی واقعیت رو بهم بگی؟ الو؟ چی؟ خدا رو شکر گوشیمو پیدا نکرد. Thank you.
سلام. هیچ سوالی ندارم، فقط سب کن. میدونستم که به کمک من نیاز داری، برای همینم اومدم اینجا. چاره دیگه نداشتم. خوبه، منظورم اینه خوشحالم که بهم اعتماد کردی. بیا بری، یه نفر مشتاقانه منتظر تو رو ببینه. باور کن یکی هست که میتونه به اون واقعیتی که دنبالشی برسونه. خب فعلا نمیتونم. ردیما، مثل این که یادت رفته من افسر پلیسم. رابطه خیلی خوبی هم با دستبندا دارم، هم بلدم دور دستشون بندازم و هم بلدم خوب بازش کنم. چی کار میکنی؟ هیچ. کبیر، ممنون. کبیر بس کن لطفاً، بذار من با شرف بزنم. ببین لطفاً به هم بگو چرا وانش تو اون مرکز نوجوانان بوده، چه جربی کرده بوده. هرچقدر دلتون میخواد چکنجم کنید، من هیچی رو لو نمیدم. اگه بهتون بگم وانش منو میکشه. من زنو یه بچه یه کوچیک دارم، منو ببخشید، خواهش میکنم منو ببخشید. خودم میکشمت، اگه واقعیتو بمونگی خودم میکشمت. حرف نه. بزن کبیر، هیچ بلایی سر زن بچت نمیاد، مسئولیت امنیت اونا با من. اصلا بهت قول میدم که هیچ کس نفهمه که تو واقعیتو به ما گفتی. خواهش میکنم بگو. ردیما وایسا. نه کبیر لطفاً، کبیر ردیما ساکت باش. واقعا ببخشید ولی ساکت شو. من تو بازداشتگاه پلیس جنازه هارم به حرف می آوردم، خوب بلدم از پس اینم بر میام. نه کبیر، مراسم شروع شده، لطفاً به همون بگو. الان نمیتونم از اینجا برم، خیلی واسه مهمه بدونم چه اتفاقی واسه پدر و مادرم افتاده، یعنی واسه ارتباطی باهاشون داشته. ردیما من همه چیو میدونم، تو برو برای عروسی آماده شو، ممکنه یه نفر بیاد تو زیر زمین دنبالت بگرده. من هیچ جا نمیرم. داداش، داداش لباس تو برات آوردم. ممنونم ایشانی. ردیما میدونم حتما فکر میکنی من دارم این کارو واسه اهداف خودخواهانه خودم انجام میدم، ولی اصلا اینطوری نیست. من فقط میخوام کمک کنم به واقعیت برسی. گفتم تا واقعیتو بهمون نگه من از اینجا نمیرم. لطفاً بهمون نه من هیچی نمیگم. برو آماده شو. باشه. میدونم فهمیدن این واقعیت خیلی برات مهمه، ولی الان مهمتر اینه که بری بالا تو اتاق خودت. امروز روز عروسیت، زود باش ردیما، برو. تو برای چی آوردیش؟ خب به خدمت کار میگفتی. داداش من خواهرتم، اینقدر که میتونم برات کار کنم. از اتاق بیرون نرفتی؟ خوبه؟ وانش؟ باید آماده بشیم الان.
से आगे गुजरने लगा तुझे चाहना अब तो मेरा जुनून बन गया। लुत्फ़ बगीन अरुस तो दुमात बियान खान बाश ज़ाहिरानी अज़ी नहीं सदाशुन कनिम खुदशुन उमाद خدا خیرتون بده. لطفاً گره بزن. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लुत्फ़ برای مراسم حلقه گل بلند شی. ردیما برام خیلی ارزشمنده لرد کانیشا، فقط امیدوارم ترسم به واقعیت مبدل نشه. چیز دیگه ای نمیدونم آخ، خواهش میکنم بذار برم. باش میذارم بری، یه فرصت بد میدم که بتونی از اینجا بری. باشه، خیلی ساده است، فقط کافیه حدس بزنی که واسه چی الان اینجا قرار گرفتی. واسه چی من اینقدر دارم شکنجت میکنم؟ با این جوابایی که میدی به کی داری کمک میکنی؟ به وانچ یا به ردیما؟ بگو. سکوتت خیلی خوب جواب سوالمو به هم داد. تو نه واسه کمک به وانچ اینجایی و
و نه برای ردیما. نه، تمام موضوع همینه، من موضوع اصلی تو هم. تو واسه کمک به من اینجایی، میتونی خودتو دستیار من در نظر بگیری. موضوع اینه که من میخوام جلوی عروسی که بالا داره برگزار میشه رو بگیری. برای همینم مجبورم تو رو وادار کنم به هم بگی وانچ دقیقاً چی کار کرده که تو اون سن به مدت 4 سال بازداشت شده. اگه تو چیزی به هم نگی، وانچ و ردیما ممکنه زندگی خوبی رو با هم دیگه شروع کنه و این منو خیلی ناراحت میکنه و وقتی من ناراحت میشم از هر حد و مرزی عبور میکنم. توی طواف اول داماد باید جلوتر بره. این عروسی باید ملغشه، وگرنه واش چجوری ببازه، وگرنه من چجوری عشق زنش از چنگش در بیارم. دیگه واقعا دارم درمونده میشم، لطفاً خواهش میکنم یکم مهربون باش، واقعیتو بهم بگو. در ازاش منم باهات مهربون میشم. آقا لطفاً منو درک کنید، اگه چیزی بهتون بگم اون وقت زندگی خودم و بچه هم به خطر بیافته. آقا خواهش میکنم. آقا چی گفتی تو ها؟ نه نه چی گفتی؟ بس دیگه، قد کافی ادعاتو تحمل کردم. آقا من بچه کوچیک دارم. اصلا منو دست کم نگیرا، تا 10 میشمارم باشه؟ اگه واقعیتو بهم نگی یکی یکی انگشتاتو میبرم و میندازم دور. فکر میکنی شوخی میکنم؟ وان شاید بدن دستش بد برسه، ولی الان تو دستای من گیر افتادی و تا 10 ثانیه دیگه نشونت میدم درد یعنی چی. شروع کنیم؟ 10 9 8. من بچم کوچیکی آقا، خواهش میکنم. 5. خواهش میکنم بهم رحم کن. 4. دو یک. نه خواهش میکنم بهت میگم، خواهش میکنم دستم رو بکن. زود داشت بگم. نمیدونم متصدی مرکز چیزی گفته یا نه. وانش یه زوج متأهل کشته بود، اون موقع هنوز بچه بود، واسه همینم فقط 4 سال انداختنش تو مرکز نوجوان. من هیچ چیز دیگه ای نمیدونم آقا. بگو کی بوده. من نمیدونم کی بوده، از کجا اومده بود، چون تمام سوابقی که از وانش رایسینگانی یا خانوادش بود همه نابود شده، ازشون هیچی نیست. به جون بچه هم قسم میخورم من چیز دیگه ای نمیدونم. آقا خواهش میکنم بذارید من برم. خواهش میکنم آقا. انگار مرد واقعیتو به کبیر گفته، ولی چی گفته؟ کبیر چی میخواد به هم بگه؟ حالا نوبت اجرای ورمیلیونه.
یعنی اون زوجی که فاش کشته پدر و مادر من بودن. خدای من، ردیما این جرقه رابطه تو با وانش تا ابد از بین میبره. برای همیشه از وانش دورت میکنه. لطفاً گردنبند عروسی رو بنداز این گردن عروس. امیدوارم واقعیت نداشته باشه. وانش من نمیتونه اونی باشه که پدر و مادرمو کشته. ولی اگه واقعیت داشته باشه، یعنی من با قاتل پدر و مادرم ازدواج کردم. ردیما این جرقه رابطه تو با وانش تا ابد از بین میبره. برای همیشه از وانش دورت میکنه. داستان وانش هر چی که باشه، تو روحت هم خبر نداره که چه پیچش هایی قراره به داستانش اضافه کنم. عشق نفوذی. مانتا ہی نہیں کچھ بھی تیرے